Ladies and gentlemen, good evening. At this time, I would like to invite the master of ceremonies for this evening, Miss Zore Lanezar. به نام خداوند بخشنده مهربان، یاران به پا خواستند و بزمی آراستند تا قدردان و سپاسگزار بخشندگان عالم باشند. خانم ها، آقایان، سروران ارجمند، سلام و درود بی پایان من تقدیم حضور شما میهمانان عالی قدر و سروران گرامی باد. با آرزوی داشتن شب خاطر انگیز و شاد برای شما بزرگواران، از شما دعوت میکنم لطفاً به پا خیزید تا خانم نیکول فرنوش منوچهری دو سرود ملی، یکی از کشور عزیزمان اسرائیل و دیگری را از کشور میزبان امریکا، به زیبایی برای شما اجرا کنند. لطفاً به پا خیزید. Dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous flight o'er the ramparts we watched were so gallant. بله، با عرض خیر مقدم مجدد حضور شما عزیزان، زهره لاله‌زاری اخوان هستم. بسیار خوشوقت و مفتخرم که بار دیگر و امشب 17 ژانویه سال 2019 در مراسم باشکوه جشن گرل آنرینگ The Long Standing Friends of Nesach در هتل زیبا و مجلل هیلتون همراه شما باشم. با آرزوی صلح و آرامش در جهان، سلامتی بیماران و رهایی مردم از هر گونه خشم طبیعت، برنامه امشب را با وجود و حضور گرم شما
آغاز میکنیم. امشب سپاسگزار و قدردان انسانهای والایی هستیم که با بزرگمنشی و سخاوتمندی خاص خود پایه‌های اصلی مرکز مذهبی، فرهنگی و آموزشی نسخ را بنا کرده و بنیان گذاشته که امروز موجب افتخار، سربلندی و مباهات جامعه یهود ایرانی در دنیا می باشد. قدردان شیر زنان و شیر مردانی هستیم که در میان ما هستند و سلحشوروار آماده خدمت و همکاری هستند و حضور بسیار پررنگ دارند. چه آنهایی که در بین ما هستند و چه آنهایی که در بین ما نیستند. آنهایی که بین ما نیستند یادشان گرامی و جایشان بسیار خالی است. اکنون دعوتی دارم از جناب رب داوید شوفت، رهبر مذهبی و اعتبار جامعه یهودی، که تشریف بیارند با شما صحبت داشته باشند. שלום וערב טוב. הנה מה טוב ומה נעים ושבת אחים ים יחד, שזיבוס, שפסנדידס, נשסת דוסטי, ברדרון וחוהרן, כבא יק הדף דר אינג'ו נשסתי. امشب شب حق شناسی است، حکارت هتوف، تشکر از کسانی که سال 1981 در کنیسای بیت جیکوب دور هم نشستند و نتیجه این نشست قریب 40 سال به این نشست با شکوه رسیده است. در یکی از جلسات هیئت مدیره نسخ، آقای دکتر پرویز اخوت این ایده رو به ما دادن که کسانی که پایه‌گذار بودن، اعضای فعال کلیسا بودن، چه قدیمی ها و چه جدیدی ها، حق این است که از آنها تشکر بشه. حق شناسی یک خصلت و صفتی است که ما از تورا داریم. با آقای دکتر گفتیم آقای دکتر کل هم مدخیل به میتسوا امریم رو گمار، کسی که یک امر خیری رو شروع میکنه به اون میگویند به اتمام برسون و باور بفرمایید. آقای دکتر خوبت در عرض این چند وقت شبان روز در پی برگزاری این جلسه باشکوه بودن. خیلی از ایشون تشکر میکنید. عرض کردم حق شناسی، تشکر، ما این از ریشه های تورا داریم. موشه ربنو وقتی که رسالت یافت به مصر بره و ندا بده شلخ تمی ام غمر مرا آزاد کن، شعاری که تمام نهضت های آزادی طلب در دنیا میبینیم از او الهام گرفتن، و چون پر او اجازه نداد 10 ضربت میبایستی بود بر مصر و کشور مصر و مردم مصر که ما را به بردگی گرفته بودن وارد بشه. جالب اینجاست 2 ضربه اول تبدیل شدن نیل به خون و آمدن قورباغه ها به خانه و زندگی مصریان،
خداوند به موشه میگوید عصایت رو بگیر و به نیل بزن. موشه این کار رو نمی کنه، عصا رو به اهرون میده. چرا مستقیماً امر خدا رو انجام نمیده؟ خیلی جالبه. میدراش میگوید به خاطر اینکه موشه وقتی که کودک بود او رو در صندوقی گذاشتن و به نیل سپردن، نیل از او حفاظت کرد، موجهای بلند نیومد که این بچه در این صندوق غرق بشه. و حق شناسی حتی نسبت به جمادات، آب و حیوانات داشت، چه برسد به انسان ها. و ما این وظیفه خود دانستیم که از این عزیزان تشکر بکنیم. ولی اجازه بدید با اینکه وقت نیست، یک نقطه تفکر به خود بدم. در دو دهه های آخر قرن بیستم اکثر ما به اینجا آمدیم و الان دو دهه از قرن 21 گذشته. وقتی که مقایسه بکنین این دو قرن رو، دو قرن آخر و دو قرن اول رو، آمریکایی که ما آمدیم بسیار تغییر کرده. در این دو قرن ما شاهدیم از لحاظ تکنولوژی، سیاسی، اجتماعی آمریکا در یک رده دیگری افتاده و خود ما از یک جامعه محدود، از یک جامعه سنتی با آداب رسومی که 2600 سال اون رو نگه داشته بودیم به اینجا آمدیم. ما هم تغییر کردیم از هر نقطه نظر، از نقطه نظر دیدگاه هامون نسبت به زندگی، نسبت به آینده، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مذهبی. و سؤال بایستی این باشه، آیا نسل دوم و سوم ما در این کشوری که میگن کشور ملتینگ پات از نقطه نظره، یعنی یک دو دیگیست که میجوشه هر لحظه، هرچی که در این بذارید معلوم نیست، آب میشه، جز به بقیه در بیاد، آیا خواهند توانست نسل سوم و چهارم ما این هویت رو که ما قرنها نگه داشتیم نگه دارن، خود رو یهودی بدونن؟ آیا ما اونها رو آماده ساختیم یا نه؟ این سوال بایستی برای همه ما زنده باشه. پدران ما 26 قرن فداکاری کردند، مشعل یهودیت رو روشن نگه داشتن. ما این رو به دیگران آیا انتقال میدیم به صورت درست و آیا اونها غفلت و بیتفاوتی نخواهند کرد و اون رو خاموش خواهند کرد یا روشن خواهند کرد و به دست آیندگان خواهند سپرد؟ این سوال رو همه باعثی از خود باید. یک راه بیشتر وجود نداره، تعلیم و تربیت یهودی، مدارس یهودی، کلاس های یهودی. نصف وقتی که به این طرف از سانتا مونیکا آمد یک هدف داریم و اون هدف جوانهای ماست، آیندگان ماست. کنیسایی فقط برای جوانها هست، کلاسهای درس، کلاسهای آموزش، آنچه که اونها مایلند، طریقی که اونها مایلند، بایستی اونها رو جذب کرد. و من مطمئن هستم بدون همیاری سرورانی که اینجا هستند و کل جامعه، ما قادر نبودیم و نخواهیم بود اون هدفی رو که بایستی برای آینده داشته باشیم به دست بیاوریم. من خوشبین با آینده هستم. امیدوارم که با کمک‌های الهی و کمک‌های جامعه نام ما در تاریخ به عنوان یهودیان مؤمن و معتقدی که مشعل فروزان را به دیگران سپردن و دیگرانی که به دیگران نسخا خواهند سپرد. و خیلی از تشریف فرمایی شما باز تشکر می کنم. بفرم شب خوشی رو در کنار شما خواهیم داشت.
با تشکر فراوان از جناب راو داوید خواهش میکنم از جناب آقای لیان فرهنیک چرمند آف ده بورد تشریف بیارن چند دقیقه با شما صحبت کنم. I'll make it short, quick, and sweet. Ladies and gentlemen, Rabbi David Shofer, I would like to welcome each one of you in honoring the long-standing friends of NESA. NESA Educational and Cultural Center caters to over 2,000 of our community members all year round in prayer services, happy occasions, and memorial services. Additionally, serves our community with a preschool for the young children. I would like to start with thanking Dr. Parviz Okhovat for his unconditional support of our community. Our community and NESA for the past 40 years. I have had the honor of knowing him for the past 35 years. And it was Dr. Okhovat who approached me to be part of the NESA family. I thank him for that, and most importantly, thank him for putting this beautiful night together. You have to admire his tenacity, hard work. We at NESA are greatly indebted to him. After 35 years, it's my last year serving on the board of NESA. It's important to thank every single past and present board members in their sacrifices and hard work. They have made NESA what it is today. And I want to specially thank my dear friends and colleagues that have been with me for many, many years, and those serving on the board today with me, Dr. Jamshid Elist, Dr. Mojgan Hakimi, Mr. Mehdi Surudi, and of course, Jack Nurafshan, that we have known each other since we were 7 years old. 7-year-old kid. And I must say, if it wasn't for the hard work of Jack and with the help of Mr. Parviz Nazarian, may Hashem bless his soul, we would have never been able to be where we are today. Having the largest Iranian Jewish synagogue in the United States in the city of Beverly Hills. I would like to end by thanking my father, who unfortunately could not attend tonight, for encouraging me to be part of NESA and at all times be supportive of all my work. And of course, thanks to my wife, Debbie, for her support in all my endeavors. Thank you very much and have a great night. Thank you. ممنون و سپاسگزار از جناب آقای فرهنیک جا داره که دعوتی داشته باشم از جناب آقای دکتر پرویز اخوت گالا اند فاند ریزینگ چیر که بسیار برای امشب زحمت کشیدن قدردان ایشون هستیم جناب آقای دکتر پرویز اخوت لطفاً تشریف بیارید عرض سلام باور کنه نمیدونم چطوری صحبت کنم من متاسفانه سخنگوی خوبی نیستم هیچ وقت هم از روی نوشته صحبت نکردم هرچی بوده فربدایی بوده اولا امیدوارم که همه خانم ها آقایون از جایی که نشستن راضی باشن این جاها 5 روز واقعا 5 شبانه روز چند نفری با هم نشستیم تا تونستیم یه مقداری جورش بکنیم البته همه میدونن که
شخصیت افراد نه به صندلی نه به میز نه به شماره است. هر کسی شخصیت باشه. من نمیخوام آخر شب که اینجا تشریف بردید کسی دلی داشته باشه. هر چی دارید اینجا بذارید و تشریف بردید. خوشحالم که و افتخار میکنم که تک و تنها خودم تونستم هنوز اون احترامی که پیش دوستان دارم با تلفن و بدون آگهی و برانگو و تذکرات بی خود تونستم یه عده پیش از 650 نفر جمع کنم. از همه تون متشکرم. شما سپورتی که کردید نیستقا سپورت کردید و من امیدوار شدم بکنم که هنوزم بازم یه ارزش کوچیکی دارم که میتونم البته قسم خوردم دیگه از این کارا نکنم. این آخریشه دیگه. انشاءالله سالم باشم که استیک بکنید من به صورت مهمون بیام اینجا بشینم. بازم تشکر میکنم از شما. از راب دوید متشکرم که زیاده از حد به من لطف کردن. از لیمون عزیز که همیشه پشتیبان این دستگاه بوده و همین لیمون باعث شد که این کلیسا البته با دوست عزیزش شاید هم دلش نخواست بیارم آقای بیسیم خواهی که همیشه هم به من لطف داره. خدا را شکر دوستان دیگه اینجا هستن که بدون اسم و دلشون نمیخواد اسمشون گفته بشه کمک های خیلی شایانی کردن. واقعا ببینید کلیسای نیسخ فقط یه مجموعه بسیار چشمگیر و بزرگ این همه کارهایی که میکنه متاسفم که هنوز خودکفا نیست. یعنی ما گرفتار نه فقط پرداخت لون هستیم، گرفتار حتی مخارج کلیسا که از ساعت 4:30-5:00 صبح باز میشه تا ساعت 12:00-1:00 باز میشه بسته میشه. شما کجا رو میتونید پیدا بکنید که یک چنین تشکیلات خیریه که این همه ساعت حتی هم اون کارگری که اونجا وایساده و سیکوریتی که وایساده اینا ساعتی پول میگیرن. این تعداد ساعت ها رو حساب کنید. چون اغلب از من میپرسن که چرا باید کم داشته باشید کلیسا با این بزرگی. میگم عزیزم بزرگی که تنها دلیل نمیشه. خیلی چیزا هست که بزرگن تو خونه ها کسی نمیدونه. کلیسا بزرگه، کلیسا خیلی جای خوبیه، کلیسا یک چنین ربایی مثل راب داوید داره. ماها که اونقدر کاری نیستیم ولی نمیتونه خودکفا باشه. یک کمی کم لطفی میکنن. انشاءالله در آینده برنامه های دیگه میریدیم درست میشه که نمیدونم کلمه معذرت میخوام که بگم دست گدایی پیش کسی دراز نکنیم دیگه. من متاسفانه در شغلی که تو کنیسا دارم من کاره نیستم. تنها کاری که بتونم یه مقداری پول بسازم روی کنیسا. هیچ کاری دیگه بلد نیستم بکنم. واقعا هیچ کاری. خودم اذعان میکنم. من 39 ساله که این شغل شریف رو من دادن. روح حاخام گدیدیا شاد، روانش همیشه در گمعه دن راشه که من عاشق خودش کرد. این مرد، این انسان به تمام معنا که فکر میکنم در 500 سال آینده هم دنگش دیگه پیدا نخواهد شد. فکر میکنم بیشتر شما حرف من قبول دارید. خدا سایه راب داویدم از سر ما کم نکنه. امیدوارم که راب داوید لطف بکنه یه مقداری روش باباشه یه مقداری در 20% قبول بکنه کار همه ما درست بشه. معذرت میخوام از این که من حرفامو رک میزنم چون سعی میکنم که در یه جایی با شوخی با حرف اینا یه کارهای درست بکنیم. این شرق درست بشه. ما هممون یهودی هستیم، هممون یهودی هستیم و
و میخوایم این جامعه برقرار بشه. اول اجازه میخوام اگر به قول همه دنیا خود ستایی نباشه، من اول از خانم خودم تشکر کنم. شما میدونید که با غیر از کمک این خانم که 39 سال منو تحمل کرد با همین گرفتاری ها، باور کنید همیشه مخالف بودن که من به علت نمیگم آدم مریضی هستم، خدا رو شکر سالمم، ولی خیلی هم سالم نیستم، مشکله برای من کارا دیگه، خیلی مشکله. من نیم ساعت قبل مجبور شدم یه قرص مسکن قوی بخورم، ممکنه امشب هم یه مقداری هر چرت و پرت بیام اونا با حساب مسکن بذارم، یعنی مشروبم که نمیخورم خدا شکر. اگر جسارتی کردم میبخشید. از خانمم تشکر میکنم که همیشه پشتیبان من بوده. از من یه دختر دارم، ولی از دوتا دخترم تشکر میکنم، یکی عروسم و یکی دخترم. این آرایش اینجا اگه قبول داشته باشه قشنگه، تمام به کوشش این دو دختر من بوده. من ازشون تشکر میکنم. نمیخوام اسم همه رو بگم یا تعدادی اسم بگم، ولی مجبورم اسم چند نفر رو بیارم. آقای هارون سرودی همیشه توی کارا در کار کنیسا کمک کن هستن. ایشون کمک زیادی من کردن برای چندین خانواده که میز بهشون دادن. از آقای تونی ابرامز که واقعا یک مرد به تمام معناست. آفرین. کجا هستی تونی؟ منو میبینید؟ من آه بلند شد. تشکر میکنم. یک کمی احساس سازی شدم، نمیدونم دیگه چی باید بگم. یاد داشت کوچولو دارم. خانم بینو دانشراد، ایشون به عنوان اسیستنت، ولی من بهش میگم تو رئیس منی، بی نهایت کمک در کار من کرده. یعنی تمام کارهای ایمیل و نوشتن و تشکیل دادن و پناه اینا همه را ایشون کمک کرده به من، ازش متشکرم. باید تشکر کنم از آلن عزیز. آلن دوست صمیمی پسرمه، ولی فکر میکنم منو به اندازه پدرش دوست داره، خیلی هم با من عشق بازی میکنه. وقتی بهش ترسیدم خودم بگم، از سیامک خواهش کردم بهش بگو میدونی که ما کاری که با تو داریم بودجه نداریم، آلن جون میدونم که قیمتم خیلی بالا است، ولی ما هیچی نداریم بهت بدیم. بعد خودش تلفن کرد گفت دکتر چرا واسطه درست کردی؟ شما دستور بده من قلبمو بدم. خدا را شاهد میگم همینطوری. متشکرم. امیدوارم جامعه ما، اگر ما نمیتونیم از مسئله مادی کمکی نمیخواد، یعنی چیزی بهش، امیدوارم که جامعه در نظر داشته باشه که در جایی که لازمه از وجود این هنرمند استفاده بکنه. ما دو سال پیشم که اینجا گالا داشتیم، آقای سیمون کهن که دو سال پیش کیترینگ ما رو انجام داد و هنوزم نیامده پولش رو بگیره بنده خدا، هرچی هم بهش بگن سیمون جان پولت تو انقدر نظر بمونه، حساب مثل استرابریه، استرابری تو یخچال نمیشه نگه داشت، سیاه میشه،
یه مدتی دیگه بگذره وقتی بری بگیری میگن ما کی هستم با تو کار کردم ولی بازم گوشش نمیره این دفعه بهش گفتم که خب حالا خوشبختانه اون دفعه که پولتا نگرفتی اون باطل شد دیگه حالا این یکی فکر این که بکن با وجود این گفت دکتر جان من که با شما این حرفا ندارم گفتم خب من با تو حرف دارم چیکار بکنم خودت میدونی که جنبه زیر کاسته من پولی ندارم بتو بدم خوشبختانه قبول کرده این آقایون نجاتی که ما پدر کوهن شد وقتی بیریم که نیستان اینقدر برای خواب من میده که من میگم امروز جنجه بارم بیرون تمام و درزان تمام میشه ولی وقتی میام بیرون اینو تنو زرد دارم دو تا جوان داره مثل دسته گل تمام کار ویدیو و فیلم برداری و عکاسی اینجا را ایشون دارن ایشون قرار شده که یه وبسایت درست کنن مهمانای عزیز به وبسایت ایشون مراجعه میکنن عکسایی که گرفتن با شماره درسته من این چیزا بلد نیستم لیک یعنی چی یعنی بارون میاد یه لینک دارن درست میکنن بهتون اطلاع میدن به شماره های عکس سفارش پیش بدید بعدم عکساتون رو نگیرید متشکرم هانس اسم اون برادر رو یادم رفت ها شهروز آخه تو یه اسم آلمانی داری اون فارسی جور در نمیاد نمیدونم چه جوری متشکرم ازتون یه آقای وکیل جوان ایسرائیل آقا به اسم دیوید کوهن با وجود اینکه وکیل شده کار میکنه آفیس داره ولی هنوز کار این نورای قشنگی که میبینید اینا رو اون درست بکنه رو کم زیادش بکنه دیوید کوهن ممنونم دیوید جون و اما به قول راب داوید میگن آخرون آخرون آقای بهمن کجا هستی؟ آقای کجا؟ آقای بهمن مجلل اغلب شما ها میشناسیدشون ایشون سال هاست با دخترم کار کرده صداش کردم گفتم بهمن جون کار خیریه داریم گفت من هر کاری شما بگید آقای دکتر چشم همین با این چشم ها درست شده دیگه ایشون به من افتخار داده بدون هیچ وجهی گفتم خرج کارگراش رو میدم به ایشون فقط کمک کردم ایشون واقعا واقعا یکی از مردان جامعه خوب ما هستن مردی که کارش خوب بلده تمام سوراخ سنبه های یه ضیافت جشن هر چیزی که بخواید نمونش این ال ای دیواره ها این یه دیوار الکترونیکه اگه اشتباه نکنم اینجوری بگم بهتره ها که بسیار قیمتش گرونه ولی ایشون با قیمت بسیار بسیار نازل کار دو تا سه تا اسکرین و چیزای دیگه رو برای ما انجام میده و واقعا خیلی شیک و قشنگه اینم من میخواستم پوز بدم که همه دنیا رو کار بلدم بکنم ممنونم برمان ممنونم نمیدونم من افتخار میکنم که 39 ساله که واقعا نمیگم خدمت کردم در خدمت نیسته هستم خدا عمری بهم بده انشالله که گاهی وقتی کمکی بکنم ولی دیگه از من گالایی وجود نداره به قول یکی میکنی این آخرین ترانه من هست امیدوارم شب خوبی داشته باشید خوش بگذره بهتون و لذت ببرید تمام کمبود هر چی که هست به خوبی خودتون به بزرگی خودتون ببخشید متشکرم از همه شبتون
تشکر از جناب آقای دکتر پرویز اخوت. امیدوارم آقای دکتر اخوت دو سال دیگه در همین جا گلای دیگری باشه و خود شما همه این کارا رو انجام بدین. آقای دکتر بی نهایت ممنون هستیم از سخنرانیتون و صحبت‌های بسیار خوبی که داشتیم. از جناب راب داوید شوفت خواهش کردیم که تشریف داشته باشن برای هم‌مدسی در کنار آقای دکتر پرویز اخوت. خواهش میکنم. برو خطا دونای الهن و ملک آغام مشرکی دشان و بنصفتا و بسیبان و آل نتیلت یدائیم. יספר ובעתן תחלם ביתו פותח את ידיך ומסביע לחלחי רצון נותן לחם וחור בשר כי טוב כי לעולם חסדו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ יברכך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליך ויונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בדרב המה נעני בוחרית המרח בסלמתי ובדון הערב ג'בין مرا عهدیست با شادی مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. آقای علنجی شما شادی آفرین، شما همیشه محافل رو با هنر و زیبایی کار خودتون شکوفایی خاصی میبخشین. شما به همراه ارکستر بسیار عزیزتون گفتنی ها رو در مورد شما آقای دکتر پرویز اخوت گفتن، ولی من هم اضافه میکنم که شما همیشه بدون هر چشم داشتی تشریف میارین، برنامه رو به زیبایی انجام میدین، هم شما و هم ارکسترتون و خواننده بسیار توانایی هم که ایشون خانم الینا همراه شما هستن. بی نهایت متشکریم از شما. Se encontraba el
el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Vedo il mare in luce,
e tira forte il vento. Su qualche terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Te voglio per assai, ma tanto, tanto per assai, e ora canterai su Yosaka a vedere assai. Fino a luce in mezzo al mare, sono notti là in America, e non so lampare la mia cassia di un delicato. Senti il dolore nella musica, si alzo dal piano forte, quando riesce una nota, se non c'è anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, però sia una lacrima che crede di affogare. Te voglio per assai, ma tanto, tanto per assai, e ora canterai.
من یک سورپرایز بزرگ یا کوچک نمیدونم چی باید بگم. همونجور که اطلاع دارید امشب ما آنرینگ داریم، یکی برای روانشناسان که از پیش ما رفتن. فکر کنیم بهتر این که یادی هم از اونها کرده باشه، اگر خودشون اینجا نیستن ولی الان ناظر همه گفتگوهای ما هستن. برای این کار با اجازه حضار یه فیلمی تهیه شده از تعداد در گذشتگان که هر در موردشون به اندازه 15 تا 20 ثانیه صحبت میشه. خواهش میکنم در این موقعی که این فیلم پخش میشه سکوت کامل کامل رعایت کنید. تقاضا میکنم ازتون، جمع همش 14-15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خیلی متشکرم ازتون. مرسی. هاخام یدیدیا شوفت، شادروان، شخصیتی که مدت 8 دهه در موضع رهبری مذهبی و اجتماعی به جامعه خدمت کردند و در سخت‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همانند ناخدایی توانا و ورزیده توانستند جامعه یهودیان ایرانی را از گزند امواج خروشان به ساحل آرامش برسانند. هاخام یدیدیا رهبری متواضع، صبور، مردمدار و غمخوار آنها، عاشق پروردگار، پارسا و عارف، پیرو قوانین تورا، اخلاقیات انبیای یهود و مکتب مسالمت آمیز هیلل، تند و خروشنده در وقت لازم، پردل و جرأت در پرحادثه ترین دوره تاریخ معاصر یهودیان ایران، مدافعی از خود گذشته برای حفظ سلامت جامعه در مقابل دولت مردان و زورگویان ظالم بود. هاخام یدیدیا شوفت 3 ربع قرن در ایران، کشور اسرائیل و امریکا به عنوان رهبری فرهیخته شناخته شده بود، اما همیشه خود را خدمتگزار مردم می دانست و در تمام مکاتبات خود امضای او خدمتگزار یدیدیا شوفت بود. روانش شاد، یادش گرامی. زنده یاد پرویز آیزیک نظریان در سال 1929 در تهران متولد شد. در سال 1947 به ارتش اسرائیل ملحق و در جنگ استقلال شرکت کرد. وی با خانم پوران ازدواج کرد و پس از مهاجرت به امریکا در سال 1979 در زمینه اجتماعی فعالیت‌های بسیاری در جامعه یهودیان ایرانی، امریکایی و در اسرائیل داشت. وی یکی از بنیانگذاران مگبت بود که به دانشجویان اسرائیلی به خصوص در دانشگاه تل‌آویو کمک هزینه تحصیلی ارائه می‌داد. او بنیانگذار سازمان CECI بود که هدف آن تحقیق و آموزش برای تداوم یک اسرائیل دموکرات و پایدار است. آن زنده یاد کمک‌های بسیار مؤثری نیز به کنیسای نسخ نموده است. آقای نظریان در سال 2017 دار فانی را ودا گفت. زنده‌یاد لطف‌الله حی در سال 1917 در تهران متولد شد. او با خانم ملیحه توبی ازدواج کرد. وی در ایران چند دوره نماینده یهودیان در مجلس شورای ملی بود و روابط نزدیکی با نخست وزیران وقت داشت. او به دریافت بالاترین درجه در لژیون فراماسونری فرانسه نائل شده بود. آن زنده یاد یکی از بنیانگذاران سازمان مگبت و مجتمع نسح بود و مدتی نیز عضو هیئت مدیره این مجتمع بود. وی در سال 2018 دار فانی را ودا گفت. زنده یاد احسان الله آشریان در سال 1930 در شهر کاشان متولد شد. در سال 1950 با خانم شمسی زرابی مقدم ازدواج کرد که حاصل آن 4 فرزند است.
زنده‌یاد آشریان نه تنها همواره پشتیبان کلیسای نسخ بود، بلکه در زمینه‌های مختلف اجتماعی نیز از قبیل مجتمع فرهنگی ارتس، مدرسه تورات هایم، مدرسه ملکن، سازمان آرم، مرکز فرهنگی بت دیوید و آی دی اف فعالیت مستمر داشت. زنده‌یاد آشریان در سال 2016 دار فانی را ودا گفتند. زنده‌یاد دکتر نیسان کاهن نه تنها پزشک حاذقی بود، بلکه خدمتگزار جامعه، بخشنده و انسان دوست، عادل و عاشق سرزمین اسرائیل بود و به سازمان‌های اسرائیلی کمک‌های فراوان می‌کرد. او پس از ازدواج با خانم دالیا به امریکا مهاجرت کرد که حاصل ازدواج آنان فرزندانی تحصیل کرده و موفق می‌باشند. وی عضو فعال هیئت مدیره مجتمع نسخ بود و در گسترش ارزش‌های یهودی در جامعه نقش مهمی داشت. دکتر کاهن در سال 2017 دار فانی را ودا گفت. زنده‌یاد ایرج شمتوبی در سال 1934 در همدان متولد شد. ایشان در سال 1958 با خانم ویکتوریا شمتوبی ازدواج کردند که حاصل آن 4 فرزند موفق می باشد. مهاجرت ایشان به امریکا در سال 1982 بود. وی فردی مؤمن به یهودیت و بسیار بخشنده بود و معتقد بود تا جایی که امکان دارد هیچ فردی نباید گرسنه بماند و باید به آنها یاری رساند. به همین دلیل از طریق سازمان‌های مختلف یهودی به افراد نیازمند کمک رسانی می‌کرد و فرزندان خودش را نیز در این راه تشویق می‌نمود. ایشان عضو دائمی کلیسای نسخ بودند و در سال 2016 درگذشتند. زنده‌یاد احسان گیلانی در سال 1932 در شهر نهاوند متولد شد. وی در ایران با سازمان‌های مختلف یهودی همکاری نزدیکی داشت. در سال 1979 به امریکا مهاجرت کرد و با همکاری چند تن از افراد خیر اجتماع کلیسای نسخ را بنیان نهادند و تا آخرین روز عمر خود به همکاری با این سازمان ادامه داد. آن زنده‌یاد در سال 2015 دار فانی را ودا گفت. زنده‌یاد هوشنگ لاهیجانی در سال 1930 در تهران متولد شد. در سال 1955 با خانم راشل مساچی ازدواج کرد. پس از مهاجرت به امریکا در سال 1979 به حرفه ریل استیت پرداخت. وی از بدو تأسیس مجتمع نسخ با این مرکز همکاری بسیار نزدیک داشت و یکی از بنیانگذاران این سازمان فرهنگی بود و تا آخر به این فعالیت‌ها ادامه داد. زنده‌یاد لاهیجانی در سال 2015 با زندگی ودا کرد. زنده‌یاد اقبال توکلی در سال 1937 در شهر سنندج متولد شد. تحصیلات خود را در سال 1963 در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه جندی شاپور اهواز به پایان رساند و سپس در اسرائیل با تکمیل تحصیلات خود به دریافت مدرک اقتصاد کشاورزی نائل شد. با خانم جانت یعقوبیان ازدواج کرد که حاصل آن 2 فرزند پسر می باشد. وی در ایران در وزارت کشاورزی به مقامات بالایی رسید و در امریکا با تغییر حرفه خود در زمینه محصولات زیبایی و آرایشی به موفقیت‌های زیادی دست یافت. آقای توکلی در سال 2016 دار فانی را ودا گفت. زنده‌یاد دکتر موسی نگاری در سال 1917 در شهر همدان متولد شد. او از دانشگاه تهران در رشته داروسازی فارغ التحصیل شد و با خانم ملوک حی ازدواج کرد. در ایران مدیر اجرایی جامعه پزشکان ساینای و کانون خیرخواه بود. او پس از مهاجرت به امریکا همکاری خود را با کلیسای نسخ آغاز کرد و مدتی نیز عضو هیئت مدیره مجتمع نسخ بود. دکتر نگاری در سال 2014 دار فانی را ودا گفت.
زنده‌یاد زکریا رستگار در سال 1933 در تهران متولد شد. وی با خانم هما خورسندی ازدواج کرد که حاصل آن 3 فرزند موفق می باشد. او فردی روحانی، انسان دوست و عاشق یهودیت بود و از یاری رساندن به افراد مستمند لذت می برد. آن زنده یاد پس از ورود به امریکا به منظور یاری رساندن به افراد نیازمند به هیئت مدیره کنیسای نسخ ملحق شد و همکاری نزدیکی با این مجتمع داشت. آقای زکریا رستگار در سال 2007 دار فانی را ودا گفت. زنده یاد شکرالله زمردی در سال 1909 در شهر شیراز متولد شد. او پیشگام در صنعت بیمه مدرن در ایران بود. ایمان او به یهودیت در کارهای خیرخواهانش برای بیمارستانهای یهودی، کنیساها و در مراسم خیریه دیده می شد. وی پس از مهاجرت به امریکا خود را وقف کمک به سر و سامان دادن ایرانیان یهودی مهاجر کرد. او در ایجاد کنیسای نسخ نقش موثری ایفا کرد. از او همسر و 5 فرزند به جای مانده است. روانش شاد. زنده یاد سعید سینایی در سال 1937 متولد شد. او فردی مؤمن با قلبی بخشنده، با اندرزهای خردمندانه و اعمال خیرخواهانه در جامعه و کنیسای نسخ شناخته شده بود. وی همیشه مشتاقانه برای هر شبات زودتر از موعد مقرر در کنیسای نسخ حاضر بود و با شوخ طبعی و دید مثبت به زندگی به اطرافیان خود شادی می بخشید. زنده یاد سعید سینایی در سال 2018 با زندگی ودا گفت. زنده یاد جلال جانان در سال 1942 در کرمانشاه متولد شد. در سال 1975 با خانم پروین کاشانی ازدواج کرد و در سال 1979 به امریکا مهاجرت نمود. او فردی خوشقلب و متواضع بود که با خلوص نیت در کارهای اجتماعی پیش قدم شد و با کنیسای نسخ همکاری نزدیکی داشت. آن زنده یاد در سال 2014 دار فانی را ودا گفت. یادشان گرامی بود واقعا. دعوتی داریم از در واقع بازماندگان این عزیزان که ازشون خواهش میکنیم اسامیشون رو یکی که میخونم تشریف بیارن یک دقیقه اینجا بالا در کنار هم یک قطعه یادبود تقدیمشون میکنیم و سپس به بقیه برنامه ها میپردازیم. آقای دکتر تشریف کنیم. بله، به یاد زنده یاد احسان آشریان دعوت میکنم از خانم شمسی آشریان. لطفا تشریف بیاریم. به یاد زنده یاد احسان گیلانی دعوت میکنیم از خانم توبا گیلانی هم تشریف بیارن در کنارشون باشیم. خواهش میکنم. به یاد جلال جانان، خانم پروین جانان همراه با آقای ریموند جانان لطفا تشریف بیارن. به یاد زنده یاد دکتر نیسان کاهن خواهش میکنم خانم دالیا کاهن تشریف بیارن. این لوحه رو تقدیم میکنم به شمس خانم برای روح شادی روح احسان الله خان که واقعا یک مرد خیر، یک انسان بسیار خوب در جامعه بودن. روحشون شاد. روان شاد احسان گیلانی یکی از کسانی بود که من آلوده کرد به این کار. یه دفعه توی هورسمن تازه
چیز گرفته بودیم گفت پرویز جان دم در بقای سالون پر شده ما بایستدیم که بگیم برید سالون یه دوتا پوش جانانه خوردم گفتم باشه روح شاد بسیار مرد نازنین و واقعا یک رفیق خیلی خوبی بود خانم تو با خانم مثل خواهر برای منه اینا تقدیم به شما میکنیم برای احسان جلال جانان واقعا جانان یک مرد بی شیر پیله مرد نازنین و چقدر دلش میخواست تو کلیسا کمک کنه بزرگترین کمکش این بود که روزهای شبات روزهای موعد افراد یا تشویق میکرد بیان بر خاطورا بگن تشویقشون میکرد که اون مبلغی که میخوام بدن بیشترش کنن این چیزی که من یادمه روح شاد خیلی مرد نازنین بود تقدیم میکنم خانمشون هستن خانم پروین جانان گریه نکنیم همه میزن هیچ کس اینجا باقی نمیمونه انشاءالا بی موقع نباشه واقعا دکتر نیشان کاهن در سال 2012 که منو به زور پرزیدن کردن که نمیخواستم بشم ولی شدم بالاخره ایشون واقعا یکی از انسانهای شریف که من در اون روز کم میجوردم یک پزشک بود یک انسان به تمام معنا همیشه من میگم پزشک قبل از اینکه پزشک باشه باید اول انسان باشه که بفهمه بعد درد مریض رو بفهمه ایشون آرزو داشت که کلیسای نسخ صاحب یک مدرسه چند تا سالون البته یه آرزوی خیلی بزرگ نبود ولی خب متاسفانه نتونستیم روح شاد واقعا روح شاد یک انسان رو بسوام من به احترام روح ایشون بله به یاد زنده یاد دکتر موسی نگاری جناب آقای ادموند نگاری لطفاً تشریف بیارین به یاد زنده یاد زکریا رستگار دوست بسیار عزیزم خانم هما رستگار لطفاً تشریف بیارن به یاد زنده یاد ایرج شمتوبی خانم ویکتوریا شمتوبی با آقای تورج خدا رحمت کنه پدر تو همشهری خود من آقای دکتر نگاری در ایران تو کار واردات دارو بودن منم خوب میشناختمش یه موقع هم با هم همکار بودیم ولی هیچ وقت رقیب هم دیگه نبودیم ایشون بسیار مرد شریف در اینجا کاملا عضو هیئت مدیره کلیسا شدن شغلشون تریجر بودن تریجری رو داشتن یعنی جواهرات پولایی که میدادن ایشون نگه میداشتن و از خرج کردنش هم خیلی زور داشت براش خرجش بکنه خدا رحمتش کنه هرچی هم میگن آقای دکتر خب بالاخره پول در میقصه نخورید اینا رو این پولا رو خرج بکن نه دکتر جان نمیشه باید کلیسا پول دار بشه این آقازاده شون به احترام روحش که اینجا شاهد ما هست البته یادم میاد ایشون یه مقبره خریده بودن اصرار به من داشته اون دو تا بغلیش من بخرم که در اون دو یا با هم همسی بیم گفتم ولی من حالا فکر مردن نیستم روح شاد به 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 بازم همشهری من امشب این همه دنیا منو سرفراز کرد این آقای تورج خان من بهش تلفن کردم گفتم تورج جون من دوست بابات بودم ولی رومم نمیشد به تلفن بکنم چون تا حالا ازت پولی نخواستم گفت برای چی؟ گفتم یه چینی کاری میخوام کنم خدا رو شاهد بگیرم گفت دکتر این که سر جای خودشه هر وقت مستمندی بود که احتیاج به پول داشت به من خبر بده با کمال میل حالا انشالله یه ماه دیگه میرم یک ماه دیگه میام سراغ یه نبا میخواه عروسی بکنه 100,000 دلار خرجش باید بده چهار ماه دیگه
قولم قوله فردا به تلفن میکنم. خدا بیامرز پدرش. همچون من این که میگم میشناختم، نه این که ما همسن بودیم ولی همه بودم بگیم رفیقاش مرده خودش دندست، نه ایشون یک انسان به توان خوب، دست و دل باز و خیلی دلش میخواست به هیچ مستمندی، هیچ کسی بی غذا نمونه، به کس خواستش این بود. البته همه دنیا اینجوری نیستن، ایشون استثناء بوده. این لوحه رو میدم خدمتتون به یاد اون خدا بیامرز، روحش شاد، میدونم روحش در گنه دیده. مرسی، همه دنیا بیشتره بهشت خزیدن قصه نخواهد قربونه تو. روح شاد زکریا. خواستم بگم زکریا راضی، ولی زکریای رستگار. یکی از افتخارات من این بود که یه چند جلسه ای من با همین احسان گیلانی دوست عزیزم، جناب رابدابی، با دو سه نفر دیگه، من سخت بودم میشه که رستوران کاشر برم، چون غذای کاشر خونه میخوردیم ولی بیرون نمیخوردیم. خدا رحمت کنه به شوهرشون. یه چند جلسه ما رو بردن کلاپرنگی، اونجا غذا خوردیم. حالا یه تبلیغ هم برای کلاپرنگی شد، باید یه چیز ازشون بگیریم بعدا. بسیار مرد نازنین. ایشون یکی از کمک کننده های بودن که اسمشون هم نمیخواست در جایی باشه، به نسخ خیلی کمک کردن. فکر میکنم اون چراغای بزرگ نسخ رو ایشون کابوت کردن، درست میگن؟ اون چراغ بزرگ. روح شاد. متشکرم هم خانم. مرسی. خواهش کنم. تشکر. این خانم لاله‌زری ایشون هم همدونیه. اولین باری که من صداشو در 670 شنیدم گفتم این تنها اسرائیلی که لهجه جودی نداره، چون چند تا از اسرائیلی هم کار میکردم، ولی واقعا فکر میکردم مسلمونه. بعد دیدم نه، توی اسرائیل هم خوش زبان و خوش سیما و خوش قد و بالا و همه چی وجود داره. ایشون هم از اون کمک کننده های ماستن. تمام اون صحبت هایی که راجع به زنده یادان شده در دو سه ساعت، این که فیلمی که شما دیدید کمتر از یه رو طول کشید، بیش از 3-4 ساعت وقت برد. این هم یه چیزی بود که خودم پیشنهاد کردم و فکر میکنم که لازم بودی که چنین کاری بکنیم. متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر. لطف دارید. مرسی. من از شما تعریف کنم، شما از من تعریف کنم. بله، امشب کمدین شدم. ممنون و متشکرم از آقای دکتر پرویز بروخیم. پرویز اخوت بروخیم. خب به یاد زنده یاد هوشنگ لاهیجانی، آقای اردلان لاهیجانی لطفاً تشریف بیارن. زنده یاد پرویز نظریان. از خانم پوران نظریان دعوت میکنیم تشریف بیارن. پوران یا دفنه؟ دفنه هم اینجاست. پوران خانم، اسمشون اینجا پوران خانمه. هر کدوم از فامیل هستن تشریف بیارن. زنده یاد سعید سینایی. از خانم پروانه سینایی با آقای سامان سینایی دعوت میکنم تشریف بیارن. و زنده یاد اقبال توکلی از خانم ژانت توکلی. خواهش میکنم تشریف بیارن. و به یاد زنده یاد شکرالله زمردی، جناب آقای فرهاد زمردی لطفا تشریف بیارن. مرسی. واقعا روح شاد هوشنگ لاهیجانی. ایشون معروف بود به ماشین پولسازی نسخ. بسیار مرد شوخی بود. از هر کسی که میخواست پول بگیره از اون پوشای جانانه بهش میداد، طرف پوری جا میخورد، هیچی هم دیگه نمیگفت. یه خاطره دارم که یه شب ما در اون سینمای توی ویلچر بودیم، از این میکروفونایی که به اینجا بس میکنم، یکی از اینا بس بود به ایشون، متوجه نبود که صدا شده پخش میشه. پشت نزدیکای در ورودی سینما درگیر شده بود.
یادش بخیر، یادش بخیر. ما هر کاری می‌کنیم صدا قطع بکنیم نتونستیم. بودیم تو حرف شو بزنیم دیگه چاره نداریم. شب کیپور، شب کیپور بود. هوشنگ رایجانی غیر از این که کمک می‌گرفت بسیار کمک می‌کرد. واقعا روح شاد. کسانی که منو می‌شناسن می‌دونن چقدر مرد شوخ و خوی بود. متاسفم که میخواستم راشل خانم اینجا بود، سرشو میبوسیدم و این لوحه رو به ایشون میدادم، چون ایشون مثل یه خواهر دوست دارم. روحش شاد. فکر بکنم من زبانم خیلی کوتاه است که راجع به پرویز نظری اون صحبت بکنم. ما هر جا می رفتیم، من یه گرفتاری بزرگ پیدا کرده بودم که مثلا یه ارکستر بود، می گفتم پرنی اون آهنگ بزن، پشت بلنگو می گفت چشم آقای نظریان، می گفتم علی جان اسم من پرویزه، آقای نظریانم پرویزه، ولی اون کجا من کجا، ایشون بیلیونرن من هنوز میلیونر نشدم که اسم من صدا می کنید. ایشون اولین قلم 500 هزار دلاری رو برای خرید کنیسای نیرسخ به ما هدیه کردن. همیشه هم کمک میکردن. همینجور که چهره هارشو گفتن، یکی از بنیانگذاران مکبید و عاشق اسرائیل بود، پول جمع میکرد برای اسرائیل، به دانشجوها کمک میکرد. اینقدر واقعا یک انسان خوب بود که زبان من کوتاه برای تو بهشون زیاد صحبت کنم. پوران خانم خانمشون، دافنه جون دخترشون، اینو تقدیم میکنم به یاد نظر پرویز نظریان. نری پوران خانم، پوران خانم سر کنم. اونایی که مرحوم سعید سینایی میشناختن تو کنیسا، همونجور در شرح حالش گفته شد، واقعا یکی از افرادی بود که قبل از اینکه کنیسا تا اسرار هم بشه حتی 10 تا بیان، ایشون یکی از ما بود که اونجا بودن میشه. یکی از انسان‌های دوست داشتنی. و هر شبات ما تو کنیسا نیست قسمت شوپت هال، اون پایین یه به قول میگن یه قهوه خونه، یه میرفتن یه بریکی بگیرن. ایشون همیشه یه تعداد زیادی فوتوکپی بهداشتی، مثلا ضد کلسترول، دوای پلان، راجب بهداشت، راجب سلامتی، چیزهای مختلف می آورد، یه سخنرانی کوتاه رو می کرد. روح شاد، واقعا انسان بسیار بسیار دوست داشتنیه. من روز موعد سوکا بود، روز اول موعد سوکا، که این آقازاده رو هیچ وقت ندیده بودم، گفتم شما پسر سعید خان سیگو پاره. گفتم من میخوام یه گالا بگیرم، تعدادی هم از افراد درگذشته میخوام بزرگداشت برایشون بگیرم، دلت میخواست به پدرتونم، گفت با کمال میل. امشب اینجا هستم. پروانه خانم یادش بخیر، مسافرت هایی که با سعید میرفتیم. این لوحه را تقدیم میکنم توی منزل نگه دارید به عنوان یادگاری شوهرتون. برشون خانم جانت، شوهرشون آقای توکلی، اقبال توکلی، اکثر کردهایی که من میشناسم واقعا انسانهای بسیار بسیار خوبی هستن، به خصوص اهل سنندج بودن نیست، به خصوص اسرائیلی سنندج. حتی من در 1963 رفت بودم اسرائیل، یه جایی ما رو بردن گردش کرد، یه رو اشتباه کرد رفت مرز اردن، میخواستم تیرباران رو بکنم که در رفته. اون کردهای اونجا رو میدیدم که چقدر فداکاری میکنن برای اسرائیل. شوهر ایشون یکی از انسانهای بسیار خوب. من یه تلفن به ایشون کردم، گفتم ما یه گالا داریم، من میخوام عکس شوهرتو پشت جلد بذارم. با کمال میل قبول کردن. فرداش تشریف بودن خونه ما، یه صبحونه مختصر با هم خوردیم و همین برنامه اجرا شد. یک انسان به تمام معنا
خدا را شکر دو تا پسر از خودش جا گذاشته که یک از یک بهتر و گلترن. امیدوارم که تشریف بیار اینجا. به چرا نمیه جلو؟ شما کدوم تو دوست سیامکی؟ ایشون دوست صمیمی پسر من هستن؟ ایشون هم یک کمی با پسر من دوستن. درسته؟ پسر بزرگتونه ولی دختر دنیا نیاوردن، ترسیدن دختر دنیا بیارن. انشالله که زنده باشن. عروس گرفتن به جاش میشه دختر. امیدوارم که روحش در جنتین باشه و این لوحه زیبا رو تقدیم میکنیم برای روحمون مرحوم. خواهش میکنم. مرسی. مرحوم زمردی، من یک خاطره خیلی خیلی زیبا ازشون دارم. نمیدونم اون موقعی که من یه چادر زدم توی مدرسه هورسمن در اون با زمین اضافه مدرسه، اولین کیپور بیش از 4000 نفر زیر اون چیز جمع شدند. اون موقع ما دنبال سپرتورا میگشتیم، باور کنید 5 تا سپرتورا نداشتیم. یکی گفت یه آلمانی چیز ربای آلمانی اسرائیله 50 سپرتورا داره. پیدا کردن رفت اونجا و گفت که شما یکی 5000 دلار پول نقد میارید میذارید اینجا گرو تا اینا رو ببرید. پولم کجا بود؟ به هر حال همیشه یه معجزه میشه. من یه تلفن کردم به یه خانمی از فامیلاش، اون بهش داد گوشی و گفت تکی. شب اول کیپور تورای اول مرحوم پدر ایشون آقای شکرالله زمردی در سال 1980 اگر اشتباه نکنم به مبلغ 50,000 دلار خریدن که هیچ کی باور نمیکرد. واقعا این پول اون موقع که ما اصلا پولی تو دست و بال نداشتیم یه سرمایه بود اون موقع، و خب دیگران هم تأثیر گرفتن از ایشون. این توره ها به مبلغ بسیار زیادی 20,000 دلار، 10,000 دلار، 30,000 دلار فروش داره. این چیزی بود که ایشون از خودشون برای من یادگار گذاشتن. فرهاد پسرشون سالهاست در کلیسا، با وجودی که آدم زیاد مذهبی هم نیست، درسته؟ ولی اعتقاد یهودیت داره، به کار کنسترکشن کلیسا مشغوله. خیلی کارهای کنسترکشن که ما این ساختمان هایی که داریم قدیمیه، شاید بیش از 80-90 سال از عمرش میگذره، مرتب هر روز گرفتاری داره. تمام کارهای شهرداری و گرفتاری ها رو ایشون حل میکنه. روح شکرالله خان واقعا شاد با تو فرزند خوب. انشالله که سعی میکنی یک کمی اخلاق بهتری داشته باشی که هیچ کس ازت نرنجه. فهمیدی فرا جون؟ همیشه بهت میگم تو خیلی کار میکنی ولی همیشه میزنی اینجوری یه لگر میزنی از بین میبری. از فردا دیگه کارات رو با اخلاق خوب مرسی. شب همگی بخیر. من دیگه مزاحمتون نمیشم. برنامه بعد شام سرو میشه، نوش جان همگی شما. بعد هم موسیقی بسیار زیبای النجی و گروه ارکستر شما. خدا chiedi quale massa c'ha che cosa metterti in questo modo più infantile di conoscerti mi fa innamorare di te. Stop.
dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino. Che sa di felicità.
olvido, no condenemos a lo fallo yo vivido, por nuestro amor ayer yo se lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas, que morirías en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Un poquito más para llevarte mi felicidad. Y espera un poquito más. Me moriría si te vas. Aún me queda esa alegría para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida, cambio de quedarte. Espera, mantendría mis mañanas si te fueras, y hasta te admito que tu amor no mintieras, te adoraría aunque te anuncie no me quieras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Y espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Oh, my goodness.
una cosa, la giornata è sole, l'aria serena, dopo una tempesta, quell'aria fresca, pare già una festa. Lasciatemi cantare una canzone piano
piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero. Un Italia che non si spaventa, con la crema, la barba, la menta, con un vestito gessato su blu e la domenica voglio le cause nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anche io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, napoletano vero. Italiano vero. Thank you, grazie. بح بح دوستان، امیدوارم که تا این لحظه به شما خوش گذشته باشه. موسیقی بسیار زیبای آقای النجی، دو هنرمند خوش صدا، غذای خوشمزه کیترینگ سیمون واقعا دستشون درد نکنه. انشالله که همه چیز به هم دست داده باشه و شب شما رو با شکوه و خوب به پایان برسونه. قسمت بعدی برنامه رو حتما خدمتون معرفی میکنم. یکی از افرادی که اینجا امشب آنر میشن، آقای تونی آبرامز، گفتن که هنرمند عزیز ما آقای بیژن مرتضوی یک پیام مخصوصی برایشون فرستادن، ولی متاسفانه به دلیل امکانات فنی که نیست نتونستیم پخش بکنیم، ولی پیشاپیش از آقای بیژن مرتضوی ما هم تشکر میکنیم. و چقدر خوشحال شدیم که شنیدیم که در جمع ما امشب هنرمندان برجسته دیگری هم تشریف دارن. آقای مرتضی برجسته عزیز که چقدر واقعا هنرمند دوست داشتنی هستن، جناب آقای اندی هنرمند دیگر که خیلی خیلی ارزش دارن، و جناب آقای فرخ آهی هنرمند دیگری که ایشون هم امشب در بین ما هستن. خوش آمد دارم خدمتشون. کردم بله آقای اندی. خب دوستان بسیار عزیز، قسمت دوم برنامه میدونید اختصاص داره به کسانی که امشب قرار هست آنر بشن، ازشون قدردانی بشه و لوح سپاس تقدیمشون بشه. در بین این عزیزان خانم های بسیار محترم و نازنینی هستن که اگر اجازه بفرمایین، خب همیشه البته حق تقدم با خانوم هاست، با اجازه شما حتما خانوم ها رو صدا میزنم تشریف بیارن و لوح سپاس رو تقدیمشون میکنیم.
شروع میکنم از سرکار خانم پروین نورافشان. خانم پروین نورافشان حتما هم تشویق کنین دوستان. مرسی. خیلی زحمت کشیدن این دوستان. بسیار ممنونم از جناب آقای لیان فرهنی که تشریف آوردن همکاری میکنن با ما برای اهدای لوحه های سپاس. پس عرض کردم خانم پروین نورافشان، خانم میرو زرابی عزیز، خب عرض کردم سرکار خانم مینو زرابی، سرکار خانم اشرف پوربابا. خانم اشرف پوربابا لطفاً تشریف بیارید. اشرف پورپاوا منتظر ایشون هستیم. سرکار خانم پروین اسحاق‌پور. خانم اسحاق‌پور عزیز خواهش می‌کنم تشریف بیارین. خانم فرخ بینافرد، خانم فرخ بینافرد. سرکار خانم پروین اخوت، خانم پروین اخوت و خانم سونیا معتمد. بله جناب آقای آشر اسحاق‌پور، فرزند خانم پروین اسحاق‌پور که ایشون پرزیدنت نسخ هستند و خانم بسیار در سازمان بانوان و سیسترهود زنان نقش پررنگ و صمیمانه‌ای دارند. بسیار خوش آمدید. آقایونه که لوح سپاس و تقدیم حضورشون بکنیم. آقای یعقوب شوفت که شنیدیم که سالت دارن تشریف ندارن، از دعوت میکنم از جناب آقای بهمن فرهنیک. آقای بهمن فرهنیک، آقای شعبان ماغن، جناب ربی بنی اسرائیلی، شعبان ماغن، جناب ربی بنی اسرائیلی و آقای یعقوب نیلی، خواهش میکنم تشریف بیارم. از جناب آقای باروخ شاهری، جناب آقای هوشنگ حمید، جناب آقای منوچهر شکیب خو، جناب آقای مراد شوفت، آقای هارون سرودی، جناب آقای آشر اسحاق‌پور اینجا تشریف داشتن ولی ما به کمکشون احتیاج داریم. تشریف دارن آقای هوشنگ حمید. بله thank you.
دعوت میکنیم از جناب آقای تونی آبرامز. آقای تونی آبرامز لطفاً تشریف بیارید. جناب آقای شهرام الیاس‌زاده دوستان. جناب آقای شهرام الیاس‌زاده خواهش میکنم تشریف بیارید، منتظرتون هستیم. جناب آقای یوسف سرودی لطفاً تشریف بیارید. آقای یوسف سرودی جانم. بسیار خوب. آقای فرید نویان، جناب آقای دیوید نهایی، جناب آقای دیوید نهایی، آقای بیژن پولدار، جناب آقای بیژن پولدار لطفاً تشریف بیارید. خواهش میکنم، خواستم از فرید جون، آقای نوبیان فرید تشکر کنم برای اینکه تمام کارهای لیگال کنیسا رو انجام میدن، با وقت خیلی زیاد میذارن و همه کارم برای خیرخواهی میکنن، یعنی هیچ نوع چارجی نمیکنن. آقای دکتر شاهین صدیق، آقای دکتر شاهین صدیق، آقای هرسل سعیدی لطفاً تشریف بیارین. آقای هرسل سعیدی، جناب آقای فرد بهاری، آقای فرد بهاری و آقای سعید برال، آقای سعید برال تشریف بیارین لطفاً. آقای ری گلباری، آقای رحیم گلباری لطف کنین تشریف بیارین. آقای نوری نظر، آقای نوری نظر لطفاً تشریف بیارین، منتظرتون هستیم. بله آقای دکتر اخوت فرمودن آقای اندی ابریشمی تشریف بیارن. جناب آقای منصور پوراتحاد، آقای منصور پوراتحاد منتظرتون هستیم تشریف بیارید. جناب آقای نجات الله موسیقی، آقای نجات الله موسیقی لطفاً تشریف بیارید، منتظر شما هستیم. گفتن که آقای دکتر جلال دوستان هم به دلیل کسالتشون تشریف نیاوردن. آقای دکتر جلال دوستان جاشون خالی.
افتخار بزرگی بود که با این بزرگواران آشنا شدیم. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تشریف آوردن. اما در بین این دوستان یک شخصیتی در بین ما هست که در کنار فعالیت‌های بی‌شائبه‌ای که ایشون در کنیسا دارن، از نظر احساسی و هنری هم نقش بسیار موثری در کنیسای نسخ دارن. همه شما میدونین آقای احسان خوبیان که با صدای بسیار زیباشون در کنیسا میخونن و باعث خوشحالی همه شرکت کنندگان در کنیسا همیشه هستن. آقای احسان خوبیان لطفا تشریف بیارید. جناب آقای خوبیان، خواهش میکنم. به من گفتن که به احترام جناب راو داوید و به احترام تمام میهمانان عزیز امشب و میهمانان بسیار ارجمندی که اینجا تشریف دارن، قرار شد یه ترانه بخونن، ولی نمیدونم چی میخونین آقای خوبیان. اجازه فرمایید در وهله اول ما همگی باید بدونیم اگر کنیسای نسخی وجود داره صرفاً به خاطر راو داوید شوفته. به افتخارشون، افتخار ما در کنیسای نسخ برای راو داوید هست. اگه ایشون نبودن نسخی وجود نداشت. من یادمه که یک آهنگی رو که همیشه میخوندم و اسم راو داوید رو در اون اضافه میکردم، میگوید که خوابیده که بیدار تو قلب شهر تبدار ملت به خواب بنازه چشمای راو داوید دویدار اون مثل جون عزیزه دوستش داریم خدا یا سلطان قد به عشق سلطان شهر عشقا آه خدای عالم هرگز نگیرش از ما. به افتخار راو داوید. Thank you everyone. Thank you. بسیار زیبا خوندن. بفرمایید. ببخشید انصراف میکنم. آشه بیا اینجا. آشه خواهش میکنم، ما وقت نکردیم که از آشر تشکر بکنیم. عاشق صافور پرزیدنت نسه هستش، خیلی واقعا تمام روز و شبشو برای کنیسا وقت میذاره و از کار خودش زده که به کنیسا، به کارهای کنیسا رسیدگی کنه. هیچ کس به اندازه ایشون انقدر برای ما زحمت نکشیده، ما ازشون ممنونیم. خواهش می‌کنم. بله مهمانان عزیز، افتخار بزرگی برای من بود بودن با شما، در کنار شما و همراه بودن با شما. با آرزوی بهترین شب، بهترین روز و سالهای خوب، امیدوارم همیشه شاد و سربلند باشید و در کنار تمام همکاران، تمام کسانی که امشب برگزار کننده این جشن بودند، به خصوص آقای دکتر اخوت عزیز، ما در گلای بعدی همچنان در کنار همدیگه باشیم. شاد و سربلند باشید. منم به عنوان خداحافظی، نه خداحافظی که جای بریم، نه،
بازم تشکر از همه شماها که دعوت ما را قبول کردید، لطف کردید، محبت کردید. از تو تشکر میکنم. امیدوارم شب و روز خوبی داشته باشید. شب همگی بخیر. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.